سلام شاگردای عزیز، چه حال دارین؟ خوب هستین؟ بله، مثل همیشه باشاش و باشاش بودن شما نویدی است برای آموزش بهتر. شاگردای جدمن، درس روز گذشته را شما خواندین؟ البته به یاد دارین که درس گذشته مراجعه به چی بود؟ بله، بسیار خوب. روز گذشته ما شما خواندیم که دو مثال زمانی انطباق پذیر می باشند که هر سه ضلع مساوی داشته باشند و کار خانگی را بر شما دادم. امید کار خانگی را هم انجام داده باشیم و آماده به درس جدید ما باشیم که البته در درس جدید که شما تشریف میارین و با خود حتما قلم، کتاب، کتابچه و بکس کوچک هندسی را با خود داشته باشیم. خب ایزا، درس امروزی که ما شما البته مطالعه میکنیم و ایره بر شما پیشکش میکنم، موضوعش حالت انطباق پذیری دو مثلث قائم زاویه که وتر و یک زاویه حاده آنها با هم مساوی باشند. البته صفحات 145 و 146 کتاب شما را در بر میگیره که شما این کتاب صفحه را بکشین و با ما باشین. هدفی که ما شما در این درس داریم عزیزا، ببینید، سه هدف بسیار کوچک داریم. اول اینکه شما بفهمیم که اگر دو مثلث قائم زاویه اگر وتر و یک زاویه حادش مساوی باشه، یعنی دو مثلث با هم انطباق پذیر است. دوم، وتر را بشناسیم که وتر کدام ضلع مثلث در مثلث قائم زاویه تشکیل میده. و سوم، انطباق پذیری مثلث ها را در مسائل که به حساب ما شما کار میکنیم، در مسائل حسابی شما ای را باید به کار برده بتانیم. خب بسیار خوب، حال ما شما میبینیم که قبل از اینکه این موضوع را ما شما تشریح کنیم، ما شما از شما یک سوال طرح میکنم. این سوال شما فکر کنین، باز نتیجه را جواب با ما شریک بسازید. ببینید، سوال طوری است که علاوه بر سه حالتی که در مورد انطباق پذیری دو مثلث مطالعه کردید، آیا در مورد مثلث قائم زاویه حالت دیگری وجود دارد؟ ببینیم و بر شما روشنی مندازم. یعنی سه حالتی که ما شما قبلا خواندیم، گفتیم دو مثلث زمان انطباق پذیر است که یا دو ضلع و زاویه بینشان مساوی باشه، یا دو زاویه و ضلع بینشان، یا هر سه ضلعشان با هم مساوی باشه. سوال دیگه است که علاوه از سه حالت فوق، آیا حالت دیگه در مثلث های قائم زاویه وجود داره؟ شما ببینید در اینجا، در این شکل هم ببینید که در این شکل دو مثلث برای شما داده، دو مثلث قائم زاویه را، که مثلث اول ای بی سی و مثلث دوم ای زبر بی زبر سی زبر است، که ضلع ای بی با ای زبر بی زبر، که در خط ببینید این وتر است. وتر اموز ضلع مثلث قائم زاویه است که در مقابل زاویه قائمه قرار داشته باشه. ببینید ای بی سی این مثلث، این ضلع ای بی عبارت از وتر مثلث ای بی سی است، چون در مقابل زاویه قائمه قرار داره. زاویه قائمه شما زاویه سی است. در مثلث ای زبر بی زبر سی زبر، ببینید ضلع ای زبر سی زبر وتر مثلث قائمه زاویه است. ببینید این هم در مقابل زاویه 90 درجه که عبارت از ای زبر است قرار داره. آن در اینجا گفته ای بی مساوی به ای زبر بی زبر است و زاویه بی مساوی به زاویه بی زبر است. یعنی در این مثلث وتر و یک زاویه حادش با هم مساوی است. شما چه فکر میکنید؟ آیا این دو مثلث انطباق پذیر باشه؟ بله، حتما. یعنی شرطش است که باید دو مثلث باید انطباق پذیر باشه. بسیار خوب، شما البته مطلب درک کردین. حال عزیزا ببینید، به خاطر اینکه نمی مطلب همین قضیه را شما در عمل دیده باشین که آیا همین واقعیت داره همین قضیه و یا خیر، شما یک فعالیت انجام میدین و این فعالیت هم برای شما کمک میکنم، معلومات برای شما میدم، نتیجه رو برای شما میگم و شما در این مورد البته فعالیت انجام بدین. ببینین فعالیت، در این فعالیت گفته یک قطع خط ای بی را به طول 5 سانتی متر رسم کنید، در نقطه بی ضلع ای بی یک زاویه 40 درجه را رسم کنید که یک ضلع آن ای بی و ضلع دیگر آن بی سی باشد. از نقطه A بر ضلع B C عمود رسم کنید. یعنی شما با رسم کردن عمود یک مثلث قائم زاویه را شما ترسیم میکنید. سوال است که چه نوع مثلث ایجاد میشود؟ ولی طبیعی است، من گفتم که یک مثلث قائم زاویه ایجاد میشه. یک مثلث دیگر با همین شرایط رسم نموده و آن را A زبر B زبر C زبر بنامید. یعنی عین مثلث که در A B C ترسیم کردید، در A زبر B زبر عین شرایط رسم کنید. و نظر شما این دو مثلث با هم چی میشن؟ ولی طبیعی دو مثلث باز هم انطباق پذیر میشن. بعدا شما یک کاغذ نازک روی مثلث ای زبر بی زبر سی زبر قرار بتین و این را قیچی کنین یا سه رأسش نقطه گذاری کنین، بعد از اون رأس ها را با هم وصل کنین، سه نقطه را یک مثلث تشکیل میشن.
گفته اینمی مثلثی که شما تشکیل میتین نامش ای دو زبر بی دو زبر سی دو زبر بگذارین و ای را بالای دو مثلث دیگه مثلث ای زبر بی زبر سی زبر و ای بی سی شما قرار بدین، شما چه نتیجه به دست میارین؟ ببینین نتیجه را بر شما میگم، ولی شما ای را در عمل چیکنین؟ شما تطبیق بکنین. نتیجه از این چه حاصل میشه عزیزا؟ نتیجه فعالیت، یعنی هرگاه وتر و یک زاویه حاده یک مثلث قائم زاویه با وتر و یک زاویه حاده مثلث قائم زاویه دیگر برابر باشند، این دو مثلث با هم چی هستند؟ انطباق پذیر است. ببینیم برای شما دو مثلث بسیار واضح رسم کردید، یک مثلث ای بی سی و دیگر مثلث ای زبر بی زبر و سی زبر. در اینجا ببینید زاویه ای مساوی به ای زبر است، یعنی یک زاویه حادهش، چون مثلث قائم زاویه یک زاویه قائمه داره و دو زاویه حاده داره، شرطش این است که زمین دو زاویه حاده که یکیش مساوی باشه و همچنان وترشان پس این مثلث انطباق پذیر است. ببینید زاویه ای با ای زبر مساوی است و ای سی که وتر مثلث ای بی سی است با وتر مثلث ای زبر بی زبر سی زبر مساوی است. یعنی ببینید خطا کار دادیم که نمایندگی میکنه که دو تا با هم مساوی است، بنابراین در نتیجه مثلث ای بی سی انطباق پذیر است با ای زبر بی زبر و سی زبر. بسیار خوب، ای بود که نتیجه فعالیت و فعالیت شما حتما انجام میده. بسیار خوب، آره به خاطر از اینکه شما عزیزا مطلب بسیار درست درک کنین، این فعالیت شما انجام میدین و ما دو مثالی که برای تخته برای شما تحریر کردیم یه رو برای شما حل میکنم تا موضوع رو دقیق تر شما چی کنین بفهمین. ببینین عزیزا، مثال اول، دو مثلث قائم زاویه که وتر آنها 15 سانتی متر و یک زاویه حاده آنها 60 درجه باشد رسم کنید. اول این مثلث شما رسم کنین، رسم کردن مثلث ها را شما بلد هستین. خب باز هم برای شما این مثلث را رسم میکنم، آیا این دو مثلث انطباق پذیر ان؟ ببینین ما برای شما این انجام میدم. اول وقتی که گفته 15 سانتی متر رسم کنین، ببینید از ما مثلث خط کش میمونم 15 سانتی متر وتر رسم میکنم به این ترتیب، عین نقطه در خط 15 سانتی متر است، از صفر شروع میکنم تا 15. بسیار خوب، اینو نوشته میکنم که وتر مساوی با 15 سانتی متر. بسیار خوب، حالا گفته و یک زاویه حاده آن 60 درجه باشد. بسیار خوب، نقاله را میگیرم که 60 درجه را جدا کنم. ببینین اگر ما این وتر نوشته کنم که ای بی نام داشته باشه، بالای نقطه ای ببینین اجزا ما مرکز نقاله را قرار میتم با اینی ترتیب و 60 درجه را جدا میکنم. ببینین 10 20 30 40 50 و 60 این نقطه را اینجا نقطه گذاری میکنم تا ما بفهم که ای را به او وصل کنم. بسیار خوب، اگر ما آله ای را با این نقطه وصل کنم، ببینین اجزا این زاویه که تشکیل شد عبارت از چند درجه است؟ 60 درجه است. بسیار خوب، حالا وقتی که 60 درجه است ما گونیاره یا مثلث قائم زاویه را میگیرم، از نقطه بی بالا چی میکنیم؟ یک عمود رسم میکنیم. ببین عزیزا این گونیاست، این زاویه زاویه 90 درجه است. چندی دفعه در دروس گذاشتم برای شما میری یادآوری کردیم، این را بالا دی میمانم به این ترتیب از نقطه بی و این شکل اینا ای عمود رسم میکنم، این زاویه 90 درجه است به این شکل متباقی زلال پاک میکنم. البته ای بی و این نقطه را البته چه نام گذاری میکنم؟ نقطه سی. عین مثلث گفته دوباره باز تکرار کنین، یعنی باز دوباره رسم کنین. بسیار خوب، باز دوباره رسم میکنم. ببینید باز متوجه باشین به این شکل باز 15 سانتی ای را نام گذاری کنم که ای زبر و بی زبر باشه، باز نقاله را میمانم زاویه 60 درجه را جدا میکنم. مهم نیست که این طرف باشه او طرف باشه، از هر طرف که شما جدا کنین میشه که به مساله به هدف خود برسین. بسیار خوب، باز این 60 درجه اینجا نقطه را میگذارم، بعد از اینجا بالای دی رسم میکنم به این شکل، باز گونیا را میگیرم عزیزا ببینین، باز بالای از این عمود رسم میکنم. بسیار خوب، این نقطه را ما شما میگذاریم 30 زبر و این زاویه را ما شما خود مجدا کردیم که 60 درجه. حالا ببینید چه نتیجه میگیریم از این. گفته آیا
این دو مثلث اتفاق پذیر اند نظر به قضیه که ما شما تشریح کردیم. پس وتر از این هم که ما شما نوشته کنیم، ببینید این وتر را مساوی به 15 سانتی متر رسم کردم، یعنی اینی زاویه زاویه قائمه است. ببینید در مقابل زاویه قائمه وتر وجود داره، یعنی اینمی زل ای بی با از وتر مثلث قائم زاویه ای بی سی است. در این زاویه قائمه شما 30 زبر است و زل ای زبر بی زبر در مقابل زاویه قائمه قرار داره و اینمی وتر مثلث قائم زاویه است. امید که خوب وتر شناخته باشید. حالا ببینید در این مثلث قرار قضیه و فعالیتی که شما انجام دادید، پس نوشته میکنم که ای بی ای بی اینمی مساوی به چند هستند؟ ای زبر بی زبر، ای زبر بی زبر و این اردیش مساوی به چند رسم کردیم؟ 15 سانتی متر. بسیار خوب، زاویه ای زاویه ای مساوی میشه به زاویه چند است؟ ای زبر و مساوی به چند درجه است؟ 60 درجه. بنابر آن مثلث چی؟ ای بی سی، مثلث ای بی سی انطباق پذیر است با مثلث ای زبر بی زبر و سی زبر. بسیار خوب، ببینید ما از این انطباق پذیری فوق گفتیم که در مسائل به حساب استفاده کرده بتانیم، چون این شرط ما شما تطبیق کردیم در فعالیت و فهمیدیم که دو مثلث زمانی که مثلث دو مثلث قائم زاویه که وتر و یک زاویه یادش مساوی باشه با هم انطباق پذیر هستند. این مثال ما شما حل کردیم، میرسیم به مثال دوم. در مثال دوم در این چارت بر شما تعریف کردیم. ببینید عزیزان مثال دوم، از یک نقطه ناصف زاویه دو خط عمود برای دو ضلع این زاویه رسم میکنیم. اکنون چیگونه ثابت کنیم که دو مثلث تشکیل شده با هم انطباق پذیرند؟ بسیار خوب، ببینید گونیا بهترین وسیله است برای عمود رسم کردن. ما وقتی که گفته که یعنی خط بیدی عبارت از ناصف زاویه است، ناصف زاویه که یعنی زاویه بیره با یک و دو تقسیم میکنه و یک با دو چی هستن؟ مساوی است. نوشته میکنم که زاویه یک مساوی با زاویه دو. ببخشید که یه رنگ نمیتونم دیگه بگیرم. زاویه یک مساوی میشه با زاویه دو. خب وقتی که زاویه یک مساوی با زاویه دو است قرار ناصف زاویه، آن ما چی میکنم؟ از نقطه دی گفته که شما بالای ای دو ضلع ای بی و بالای ای سی عمودار رسم کنید. ببینید بازم گفتم این 90 درجه است، بالای ضلع ای بی قرار میتم و این شکل از این نقطه عمود رسم میکنم. اینه به این ترتیب. و بعد از نقطه دی بالای سی عمود رسم میکنم که البته به این شکل دنیا را میمانم و امتداد میتم تا به نقطه سی بیه. ببینید این زاویه 90 درجه است. بسیار خوب. خب حالا وقتی که من عمودار رسم کردم، در اینجا دو مثلث تشکیل شد، یکی مثلث ای بی دی و دیگه مثلث بی دی سی. در اونجا گفته که شما بگین آیا این دو مثلث با هم انطباق پذیر هستن یا خیر. پس حالا من میبینم در این دو مثلث زاویه یک مساوی با زاویه دو بود، یعنی قرار ناصف زاویه، یعنی زاویه یک زاویه حاده مثلث قائم زاویه ای بی سی است و زاویه دو زاویه حاده مثلث بی دی و سی است و اینی ضلع که از در اینجا ببینین این ضلع مشترک است، یعنی وتر مشترک مثلث ای بی سی و بی دی سی است. خب حالا من قضیه را ثبوت میکنم، قرار قضیه که ما شما داریم نوشته میکنم که زاویه یک مساوی به زاویه دو در هر دو مثلث قرار ناصف زاویه. بعد نوشته میکنم که ضلع بی دی مساوی میشه با ضلع بی دی، قرار چی؟ قرار وتر مشترکشان. نوشته میکنم قرار وتر مشترک مثلث ها. خب حالا من ثابت کردم که وتر یک زاویه حاده دو مثلث با هم مساوی است، پس نوشته میکنم بنابر آن مثلث ای بی دی، ای بی دی مثلث انطباق پذیر است با کدام مثلث؟ بی دی سی. بی دی سی. بسیار خوب، این ای دو مثال هم برای شما ایزا حل کردم. با امید است که با حل ای دو مثال شما به موضوع زیادتر وارد شده باشین و موضوع را درست فهمیده باشین. حالا میرسیم به پایان درس با حل ای دو مثال. من درس برای شما یک مرتبه طور خلاص بیان میکنم. ببین ایزا گفتیم که
در دو مثلث قائم الزاویه اگر وتر و یک زاویه حادشان در بین خود مساوی باشند، این همی دو مثلث حتما با هم چی هستند؟ انطباق پذیر است. مثل که در مثال ها دیدیم، گفتیم مثلث ABC و A زبر B زبر C زبر وترشان با هم مساوی است و زاویه حادشان هم 60 درجه است. هرگاه این مثلث را بگیریم بالای از بگذاریم، تمام عرصه ضلع و عرصه زاویه با هم چی میشن؟ منطبق میشن. بسیار خوب، این بود درس امروز ما عزیزا و باید به خاطر شما تقویه شده باشین و کار خانگی رو بر شما میتونیم. کار خانگی رو در خانه شما چی کنین؟ انجام بدین. کار خانگی شما البته صفحه 146 کتاب شماست که متحاوی دو سوال است. سوال اولش است، گفته دو مثلث قائم زاویه که وتر آنها 6 سانتی متر و یک زاویه حاده آنها برابر و 60 درجه باشد در نظر بگیرید، چگونه می توانید ثابت کنید که دو مثلث با هم انطباق پذیرند؟ عین مشابه با این سوال است. ببینید ما 15 سانتی متر رسم کردیم، شما او را چند سانتی رسم میگین؟ 6 سانتی متر. چون این تخته بزرگ است، کتابچه شما خرد است، واحد بر شما کوچکتر داده. دوم، یک قطر مربع آن را به دو مثلث تقسیم میکنند، ثابت کنید که این دو مثلث با هم انطباق پذیرند و این کار خانگی را شما انجام میدید. میرسیم به پایان درس. البته تا ای که ما به درس آینده حضور شما میایم و درس آینده را بر شما تقدیم میکنم، همگی شما را به علای پاک میسپارم.